متاسفانه به علت عدم رعایت مردم من فکر میکنم متاسفانه وارد پیک ششم شدیم و اینکه مریضا الان اینجا مریض ندارن به خاطر اینه که بیماری اومیکرون یه بیماری هستش که علائم شبیه بیماری آنفولانزاست، حالت سرماخوردگیه و این بیشتر مراجعین ما حالت سرپایی دارن و اینکه کارهای سرپایی رو ما براشون انجام میدیم. درصد بستریشون خیلی کمه نسبت به زمانی که کرونا داشتیم. اونایی که دچار اومیکرون به شدت شده بودن کسایی بودن که واکسن نزدن و ما تمام تلاش ما و این اطلاع رسانی که دارن انجام میدن اینه که کسایی که واکسن نزدن حتما برن واکسن تزریق کنن، چون واکسن واقعا خودش ایمنی که ایجاد میکنه اگر هم اومیکرون بگیرن بسیار خفیفه. ما یه پیک خیلی پایینی داشتیم بعد از کرونا که مراجعینمون صفر رسیده بود واقعا. الان ما نزدیک 200 نفر روزی مراجعه کننده داریم که واقعا 150 نفرشون شاید بگم که پی سی آرشون مثبته و اینکه علائم اومیکرون رو دارن. خانم از کی بستری شدین؟ 6 روزه فکر کنم. با چه علائمی اومدید؟ علائم سرفه، تب داشتم، سرفه داشتم. واکسن زده بودی آج خانم؟ واکسن یه دوز زده بودم. چرا دوزای بعدی نرفتی بزنی؟ مشکل وقتی واکسن زدم تپش قلب شدید گرفتم نتونستم بزنم. پزشکا راه حل جایگزین به شما ندادن؟ نه ندادن، ولی الان برم حتما میزنم. بعد از اون سریای قبل که دلتا رو بستری میکردیم حدود 1.5 ماه بود که بیمارستان رو دیگه به صورت سفید اعلام کرده بودیم و بیمار کرونایی نداشتیم، ولی متاسفانه از 2 هفته پیش یک دفعه با هجوم زیاد بیمارا مواجه شدیم. خیلی از بیمارا به صورت سرپایی به اصطلاح مرخص میشن، میان مراجعه میکنن و میتونن که توی خونه با استراحتشون و مصرف داروهاشون میتونن همونجا بمونن و ادامه بدن، اما تعدادی که میان اینجا بستری میشن لزوما بیمارانی هستن که باید حتما داروها رو به صورت تزریقی بگیرن. بیشتر علائمشون هم علائم سرماخوردگیه، یعنی آبریزش، سرفه، بدن درد اینها رو دارن و خب بعضی ها هم هستن که با تنگی نفس هم مراجعه میکنن. از ابتدای پیش شما ICU کوویدمون که بیمارستان سفید شده بود دوباره باز کردیم و از ابتدای پیک هم تقریبا تختمون همش پر شده و روزانه معمولا 7 تا تخت ICU کوویدمون کاملا پره. ما توی روزای قبل مریضایی داشتیم که حتی تو سنین پایین تر بودن، 30 ساله، 25 ساله هم حتی داشتیم و الان در ابتدای پیک قرار داریم. باید منتظر بمونیم ببینیم که این پیک مثل پیک‌های قبلی تایمی که طول می‌کشه تا اتمام پیک و قله پیک که برسیم چقدر زمان می‌بره. فعلا تو اول پیکیم، ولی نسبت به پیک‌های قبلی این پیک هم خیلی سریع تخت‌ها رو پر کرده و نسبت به پیک‌های دیگه هیچ تفاوتی ما نمی‌بینیم. توی اومیکرون درگیری ها همون سطح درگیریه، ولی توی این پیک ما میزان مورتالیتیمون کمتر بود. تقریبا از تعداد نیروهایی که توی بخش ICU داریم همین الانش ما 5 نفرمون از بچه همون فعلا از دست دادیم و توی دوره استعلاجی به سر میبرن، مبتلا شدن. بقیه بچه هایی هم که هستن علائم دارن ولی نه به مقدار زیاد.